شدیدنش تأکید شده اصلا و ابدا یه دانشجو پزشکی ما سراغی نرفته که بیاد بگرده ببینید چه تأکید عجیب غریبی رو شرطی سازی ما تو روایات و آیات داریم. تأکید عجیب. من برخی از روایاتی که میخوندم به جایی رسیدم که گفتم نکنه شرطی سازی منفی حرام باشه تو اسلام، به خدا تو این حد. یا شرطی سازی نوع ششم که در مورد اون احتمالاً خوندید دیگه، خب شرطی سازی نوع ششم که طرف دیگه نمیتونه فرمول شرطی سازی رو کشف بکنه، اصلا حرامه تو اسلام، شما حق ندارید از این وسیله استفاده بکنید. در قمار این اتفاق میفته، در قمار طرف شرطی سازی نوع ششم میشه، کنترل ذهن داره صورت میگیره، اون ناخودآگاه بی نهایت بار میل داره این کارو تکرار بکنه، با این چه میوازه؟ این بازی موبایل هست، سنکینگ چین کرمه که میره خونه رو میخوره، این شرطی سازی نوع ششم میکنه. من شما دیدید اصلا هر دفعه میبازی اصلا مرضی میفته تو جون آدم که یه بار دیگه من این دفعه میبرم. به خدا اصلا طبیعی نیست. جایی که عقلانیت شما بخواد به خطر بیفته شدیداً اسلام جلوش میسته. شاید بزرگترین مشکلی که اسلام و مشروبات الکلی و مسکرات داره همینه، میگه عقلانیت تو رو به کنار میگذاره، هر چی بخواد عقلانیت شما زیر سوال بره شدیداً محکم وای میسته. شرطی سازی نوع ششم اصلا این در شکل قمار آیه داریم، ما اصلا اسم قمار این همونه. جالب خوب بدونید وقتی داره قمار رو حرام اعلام میکنه در اون آیه اشاره شده، میگه شراب و قمار برای شما منفعتایی هم دارن. قرآن دروغگو نیست، نمیگه همش ضرره. دیدی بعضی میخوان یه چیزی رو بزنن کلا میگن اخ جیز فلان اینجا چیزا، نه میگه نه فوایدی هم داره، بله مشروب برای فلان عضو بدنت هم میتونه خوب باشه، اما بدونی که ضررش خیلی خیلی بیشتره، خیلی خیلی بیشتره. پس حرام، پس نرید، پس نخورید، پس قمار انجام ندید. قمار سودم داره، بله قمار بازی میکن پول دست میاد، اما ضررش بیشتره. شما میشنیدید که مثلا میشنیدید که مثلا میگفتن قدیما فلانی قمار بازی میکرده، سر قمار زنش هم داده، خونش هم داده رفته. خب این آدم معقول داره عمل میکنه؟ قطعا خیر، اصلا خونه زندگی رو میخواد برای زنش. شما نمیدونید